بازخوانی خاطرات جعفر شفیع‌زاده از اصلی ترین بنیانگذاران سپاه پاسداران، اولین فرمانده واحد مخصوص انقلاب و محافظ خمینی در نوفل و شاتو و تهران. همراه من باشید تا با مسببین اصلی نابودی ایران و همه دروغ هایی که بیش از 4 دهه به شما گفته شده آشنا شوید. در پشت پرده های انقلاب. شاید حالا که این خاطرات را میگویم باور نکنید، اما هنگامی که در همان خیابان معروف فوش توقف کردیم تا داخل یک ساختمان بزرگ چند طبقه بشویم، دو دختر کلوپ راسپوتین نیمه لخت بودند. باتریس که از مستی دست کمی از بقیه نداشت توجه میکرد که زیاد سر و صدا به راه نیندازیم. قطبزاده که همچنان ادای مستها را در میآورد به من چشمکی زد و من به عجله و تقریبا کشان کشان همه را وارد ساختمان کردم و بعد با آسانسور به طبقه ششم یک ساختمان بسیار مجلل رفتیم. باتریس در را باز کرد و لحظه ای بعد صدای قهقه و خنده فضا را پر کرد. چند دقیقه بعد قطبزاده هم که اتومبیل را پارک کرده بود وارد شد و در حالی که از مستی خبری در او نبود پرسید: این لورهای زن ندیده کجا هستند؟ باتریس اتاق خوابها را نشان داد. قطبزاده در حالی که به فرانسه دستوراتی به باتریس و پاتریسیا میداد به من گفت: پهلوان دنبال من بیا. من و قطبزاده به اتاق دیگری رفتیم که خانم دوریان مگری و یک زن و مرد جوان دیگر هم آنجا بودند. دوریان قطبزاده را بوسید و بعد به فارسی روانی به من گفت که چرا در کلوب تعقیبش کردم. اندکی بعد پاتریسیا برای من قهوه آورد، چیزی که همگی به آن احتیاج داشتیم، و بعد همگی در همان اتاق روی صندلی‌های نرم و راحتش نشستیم تا به قول قطبزاده یک برنامه تلویزیونی ببینیم. من با تعجب پرسیدم: حالا که تلویزیون برنامه ندارد؟ دوریان گفت: چرا؟ تلویزیون‌های صادق همیشه برنامه دارد. مرد جوان که دومینیک نام داشت یک نوار ویدیو روی دستگاه گذاشت و لحظه بعد تصاویری از سید احمد و منتظری که مشغول تعویض لباس آخوندی با لباس‌های جدید بودند نشان داده شد. به طور خلاصه در فیلم ویدیو ابتدا رفتار و کردار آقایان را پیش از ورود من و قطبزاده به صحنه نشان میداد و بعد صحنه تریاک کشی در دفتر قطبزاده و بعد هم ماجرای کلوپ راسپوتین را. نکته‌ای که برایم جالب بود این بود که فیلم طوری تهیه شده بود که در هیچ یک از صحنه ها من، قطبزاده، باتریس و پاتریسیا دیده نمی شدیم. قطبزاده و دوریان هر دو به دومینیک تبریک گفتند. من پرسیدم که آیا در این لحظه هم از اتاق خواب ها فیلم برداری می شود؟ دوریان خندید و قطبزاده گفت: پهلوان، همه کارها را که یک شبه نمی توان انجام داد. و بعد همه خندیدیم. قبل از اینکه به ادامه خاطراتم بپردازم، همینجا باید بگویم که با توسل به این فیلم بود که سید احمد در تهران تحت فشار قرار گرفت تا پدرش را راضی کند که قطبزاده داماد خانواده خمینی شود. اینکه شایع شده بود قطبزاده می‌خواهد شوهر نوه خمینی بشود، همه و همه مربوط به همین فیلم بود و به خاطر همین فیلم هم قطبزاده کشته شد. ماجرایش را به موقع و در زمان خودش تعریف خواهم کرد. ساعت 10 صبح وقتی باز به نوفل و شاتو برمیگشتیم، آیت الله زاده ها باز عبا و عمامه بر سر و تن داشتند و چنان از قیافه‌شان برمی‌آمد که مدت هاست نماز صبحشان را خواندند. وقتی به نوفل و شاتو رسیدیم، قطبزاده آهسته به من گفت که امشب نه، ولی فردا شب آماده باش. نماز جماعت به مذاق آقایان خوش آمده است. ورود ما به نوفل و شاتو مصادف با لحظه‌ای بود که خمینی می‌خواست از اندرونیش، یعنی ساختمانی که خانواده‌اش در آن زندگی می‌کردند، به حیات باغ سیب برود. در کمرکش کوچه ضمن دیدار کسانی که خمینی را همراهی می‌کردند، در یک لحظه چشمم باز به خانم دوریان مگری افتاد که چادر به سر امام را همراهی می‌کرد. بعد از آن شب پرحادثه، هر دو سه شب یک بار برنامه فسق و فجور سید احمد خمینی و محمد منتظری به اتفاق قطبزاده، باتریس و پاتریسیا، آن هم زیر نظر خانم دوریان مگری و البته با فیلم برداری های دومینیک و دستیارش ادامه پیدا می کرد. آیت الله زاده ها آنچنان حریص و بی‌پروا شده بودند که به راستی اعمال و کردارشان در محیط پاریس هم که این جور چیزها عادی است جلب توجه می کرد. پایان این عیاشی ها با حادثه رسوایی آفرین درست یک هفته پیش از ترک پاریس و پرواز به سوی تهران صورت گرفت. هنوز به درستی نمی دانم
آنچه اتفاق افتاد یکی از توطئه‌های صادق قطب‌زاده علیه سید احمد خمینی و محمد منتظری بود یا نه. به هر حال در این چند شب آخر برنامه عیاشی آیت الله زاده ها به این ترتیب بود که همگی به اتفاق به یک هتل درجه یک که در کمرکش خیابان فرانسوی اول قرار داشت و مرکز اجتماع فاحشه های بسیار گران قیمت پاریس بود می رفتیم و آیت الله زاده ها زیر عنوان جعلی پرنس های عرب به شکار فاحشه ها می پرداختند و بعد آنها را سوار کرده به آپارتمان خیابون فوش می رفتیم. ریخت و پاش های مالی که توسط آیت الله زاده ها صورت می گرفت فاحشه های پاریسی را برای دلربایی از آنها به مسابقه واداشته بود. پول های بادآورده بازاریان تهران فقط صرف عیاشی و خرید آقایان عمامه به سرها می شد و سایر هزینه های اقامت خمینی و همراهان از محل همان 16 میلیون دلاری که قطب‌زاده از قذافی گرفته بود تأمین می شد. اینها را برای این می گویم که بازاریان تهران که حالا به شدت هم مورد سوءظن خمینی هستند بدانند که وجوه اهدایی آنها به کار انقلاب نیامد، بلکه از محل همین پول ها بود که سید احمد خمینی جواهرات 100 هزار فرانکی به فاحشه های پاریس که قیمت معمولیشان حد اکثر 1000 فرانک بود هدیه میداد. آن شب یعنی آخرین شب این عیاشی ها سید احمد و شیخ محمد منتظری با دو فاحشه بسیار زیبا و گران قیمت پاریسی که یک ایرانی فکل کرواتی به اسم کامران که فامیلیش را فراموش کردم ترتیب آشنایی آنها را داد و اسم یکیشان کارمن و دیگری سروین بود. روی هم ریختند و پس از صرف مشروب همگی به اتفاق راهی آپارتمان خیابان فوش شدیم. کارمن و سروین شرط کرده بودند که تا ساعت 2 بعد از نیمه شب می توانند میهمان آقایان باشند و بعد از آن باید به خانه هایشان برگردند. توافق آنها نیز بر سر مبلغ 10000 فرانک بود، رقمی که برای من و قطب‌زاده هم غیر قابل باور می آمد. همه چیز حکایت از یک شب خوب و خوش مثل شبهای دیگر می کرد و در واقع همینطور هم بود. کارمن و سروین به راستی در کار خود یعنی در دلربایی و آتش به جان مرد زدن استاد بودند. آن شب برای اولین بار در این مدت بساط تریاک کشی هم از دفتر قطب‌زاده به آپارتمان خیابون فوش منتقل شده بود. شبی که با شادی و خنده و رقص و پایکوبی آغاز شده بود در ساعت 1 بعد از نیمه شب به تدریج به سوی یک حادثه تغییر مسیر داد. کارمن و سروین که قرار بود 10000 فرانک فرانسه بگیرند ناگهان نرخ خود را بالا برده و تقاضای 200000 فرانک فرانسه کردند. ابتدا موضوع به شوخی برگزار شد، اما حرکات و رفتار بعدی حکایت از جدی بودن قضیه می کرد. کارمن که در حقیقت متکلم وحده بود در میان یک دنیا تهدید و دلبری که گاهی از این استفاده می شد و گاهی از آن، بالاخره آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت ما بچه های احمقی نیستیم و شما را هم خوب می شناسیم و بنابراین فکر نمی کنیم که برای حفظ آبرویتان هم که شده 200000 فرانک مبلغ زیادی باشد. این چک و چانه زدن ها تا ساعت 2 بعد از نصف شب ادامه داشت. از این طرف سید احمد، محمد منتظری و صادق قطب‌زاده زیر بار نمی رفتند و تهدید می کردند که به پلیس تلفن خواهند زد و از آن طرف فاحشه ها قشقش می خندیدند و اصرار می کردند که این تلفن زودتر صورت بگیرد. در میان اولدروم بولدروم های سید احمد به زبان فارسی که ما پرنس های عرب هستیم و مسئولیت سیاسی داریم و قشقش خنده های کارمن، ناگهان زنگ در آپارتمان به صدا درآمد. باتریس با یک حرکت سریع در را باز کرد و ناگهان 4 مرد قوی هیکل و مسلح با سرعتی باور نکردنی وارد آپارتمان شده، به بهانه اینکه کارمن و سروین همسران و خواهران آنها هستند، فضایی از اضطراب، نگرانی، ترس، تهدید و فحش و ناسزا به جای آن شور و خنده ها گذاشتند. من حتی فرصت نکردم که به نحوی با مهاجمین مقابله کنم. سرعت عمل آنها از یک سو و مسخره بودن آن صحنه سازی به روش فیلم هایی که در گذشته بارها در سینماهای اصفهان دیده بودم، از طرف دیگر آنچنان همه ما را مبهوت کرده بود که به راستی کاری از دستمان بر نمی آمد. مهاجمین حرفه‌ای و گردن کلفت و قلدر بودند و آیت الله زاده ها هم تا حد نیمه مدهوش، مست و لایعقل و به هوش بوده هایش هم که قطب زاده، من، باتریس و پاتریسیا باشیم کاری از دستمان ساخته نبود. تنها دلخوشی من این بود که گمان می کردم خانم دوریان مگری، دومینیک و دستیارش در ساختمان هستند و بدون اینکه مهاجمین آگاه باشند همه این صحنه ها را می بینند و اگر ساختگی نباشد به کمک من خواهند آمد. هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که 3 میهمان جدید نیز به جمع ما اضافه شدند. من یقین داشتم که پس از ورود آن 4 نفر مرد قوی هیکل مسلح،
در آپارتمان توسط یکی از آنها بسته شد. اما حالا وقتی سه نفر با لباس پلیس فرانسه وارد شدند، در باز بود و تازه واردین نیازی به زنگ زدن نداشتند. پلیس ها که ابتدا گمان می کردم ساختگی و جزئی از برنامه هستند، واقعی از آب در آمدند و بیدرنگ به همه ما زن و مرد دستبند زدند و پس از تفتیش بدنی که اسلحه کمری من نیز به دستشان افتاد، همه ما را به مرکز پلیس پاریس بردند. ندانستن زبان هر عیبی که داشته باشد، این یک حس را هم دارد که آدمی متوجه همه جریان‌هایی که روی می‌دهد نمی‌شود. آن شب و آن روز هم حال ما چنین بود. به جز قطب‌زاده، باتریس و پاتریسیا که فرانسوی می‌دانستند، نه من و نه آیت الله زاده ها هیچ یک زبان فرانسه نمی‌دانستیم و به همین جهت هم تا زمانی که همه با هم بودیم نمی‌فهمیدیم که چه گفتگوی میان ماموران و صاحب منصبان پلیس و دستگیر شدگان فرانسویدان انجام می‌شود. آنچه سهم گوش‌های من بود فغان و گریه و زاری آیت الله زاده ها بود که پس از نزدیک به یک ماه و نیم عیاشی و خوشگذرانی، تازه با وضعیتی که روی داده بود ترس از آن داشتند که انقلاب پدر عزیزشان به خطر بیفتد. نزدیک به یک ساعت پس از ورود به مرکز پلیس که در نزدیکی‌های شهرداری پاریس قرار داشت، همه ما را از هم جدا کردند و هر یک را به سلولی فرستادند. در آخرین لحظات قطب‌زاده خیلی آهسته گفت: به خاطر اسلحه وضع تو همه خرابتر است. با این همه گمان نمی کنم در میان همه دستگیر شدگان کسی خونسردتر و بی‌اعتناتر از من بود. فکر می کردم چرا اینقدر خونسرد و بی‌تفاوت شدم. در زمان شاه، وقتی که به علت زپ غیر بهداشتی به زندان افتادم، آنچنان وحشت کردم که همان وحشت سبب نزدیکی من به سید مهدی هاشمی شد و خلاصه جریان هایی که حالا دیگر شما هم می دانید در زندگیم اتفاق افتاد. چریک شدم، تروریست شدم، آدم کشتم، مردم را شکنجه می دادم و خیال می کردم دارم انتقام می گیرم. اما حالا در پاریس به خاطر فسق و فجور آیت الله زاده ها در زندان بودم و این خیالم هم نبود. شاید هم این خونسردی و بی‌اعتنایی برای این بود که به راستی برای من فرقی نداشت. من نه پسر آیت الله خمینی بودم و نه پسر شیخ حسین علی منتظری، نه پدرم قصد انقلاب داشت و نه خودم می‌خواستم کاری بشوم. ولو اینکه در زندان هم می‌ماندم، در سوریه و لیبی آنقدر یاد گرفته بودم که بتوانم به هر قیمتی شده فرار کنم. یکی دو بار پلیس را صدا زدم و هر بار شکسته و بریده به خیال خودم چیزهایی به فرانسه گفتم که معلوم شد نفهمیدند، چون در عوض حرفهای من برایم غذا و دوبار هم برایم دو نخ سیگار آوردند. ساعت 9 شب بالاخره مرا از سلول انفرادی به همان اتاقی که در لحظات ورود به مرکز پلیس آورده بودند بردند و در آنجا بود که متوجه شدم پیش از من همه متهمین پرونده به جز کارمن، سروین و شوهران و برادرانشان را از سلول‌ها بیرون آوردند و علاوه بر ما، بنی صدر، سلامتیان، حسن ابراهیم حبیبی، حاجمانیان، پروفسور سیف الدین نووی و یکی دو وکیل فرانسوی هم در آنجا هستند. پاتریسیا در برابر چشم همه مرا بوسید و قطب‌زاده در حالی که باد به قبقب انداخته بود گفت: زیاد هم خوشحال نباشید، محاکمه اصلی در نفلوشاتو خواهد بود. در همین هنگام سر و کله خانم دوریا مگری پیدا شد و پس از آن که مرا بوسید گفت: از میان همه اینها دلم تنها برای تو شور می زد. تو از همه اینها بیگناه تر بودی و سنگین ترین اتهام هم متوجه تو بود. دیگر هرگز نه از اقبال احمد و نه از هیچ احمق دیگری یک اسلحه نشاندار که مربوط به دولت یک کشور است نگیر و اگر هم به زور به تو دادن، در اولین فرصتی که پیدا کردی آن را دور بینداز. اگر این اسلحه لعنتی نبود، تمام امروز را در زندان می‌ماندید.